معمای این روزها هاشم صفی الدین و اسماعیل قانی کجا هستند؟ هاشم <applause> 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 صفی الدین کجاست؟ مرده است یا زنده؟ هنوز جوابی برای این سوال نیست و همچنین سوالات مشابهی درباره سرنوشت اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم به معماهای این روزهای بیروت و حملات لبنان اضافه شده است. اکنون چند روز است که یکی از بزرگترین بمباران های اسرائیل در حومه جنوب بیروت میگذرد بمبارانی که عصر پنجشنبه گذشته رخ داد. برخی منابع اسرائیلی گزارش دادند در این حمله هاشم صفی الدین به دایی و جانشین احتمالی حسن نصرالله الله دویر کل سابق الله لبنان کشته شده است. می گفته این منابع آقای صفی در ساختمانی در حومه جنوب بیروت با مقامات ارشد دیگر و چند مقام بلندپایه ایرانی در جلسه بوده که بمباران رخ داده است. برخم گزارش های متعدد در رسانه ها به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی و آمریکایی و منابع حزب که کشته شدن حاشم صفی الدین را تایید کردن حزب این موضوع را رسما نه تایید و نه تکذیب کرده است تنها واکنش حزب به این اخبار بیانیه مبهم بوده که دو روز پیش منتشر شد. دفتر رسانه‌ای حزب در این بیانیه هر گونه اخبار منتشر شده به نقل از منابع حزب الله درباره سرنوشت مقامات و شخصیت‌های ارشد این گروه را کذب خوانده و گفته منبع یا منابع در حزب وجود ندارد. حزب اطلاعات لازم را در بیانیه‌های رسمی اعلام می‌کند. این پیام در پی آن منتشر شد که خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در حزب الله به نوعی کشته شدن آقای سفیدین را تایید کرده بود اما چرا حزب الله کشته شدن این مقام ارشدش را تکذیب هم نمی کند یکی از دلایل میتواند ویرانی شدید محل آن جلسه باشد و اینکه به دلیل بمباران شدید مناطق اطرافش کلیم های امداد و نجات نتوانسته است به آنجا دسترسی پیدا کند بر اساس رویه حزب الله تا زمانی که جسدی در کار نباشد تاییدی هم در کار نیست. همانطوری که برغم همه گزارش ها و حتی تایید های ارتش اسرائیل در مورد کشته شدن حسن نصر الله یا پیش از او فواد شکر فرمانده ارشد و نفر دوم حزب الله زمانی این اخبار را تایید کرد که به جسد آنها دست یافت. از طرف دیگر به نظر می رسد شاید این ابهامات به نوعی ترفندهای جنگی تبدیل شده باشد. دشمن در خماری بماند و نداند که آیا زربش کاری بوده یا نه. نقطه اینجاست که برخلاف این که پس از کشته شدن آقای نسل و فواد شکر ارتش اسرائیل در بیانیه رسما مرگ آنها را اعلام کرد این بار چون این تاییدی درباره آقای صفیالدین در دست نیست ارتش اسرائیل هم گفته است که هنوز درباره سرنوشت او در حال تحقیق است درباره آقای قاعانی هم همه چیز همین پدر مبهم است او در نماز ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران خود را خواند حضور نداشت و منابعی در گفتگو با رسانه های غربی سفر او را به لبنان پس از کشته شدن حسن نصرالله تایید کردند بعضی رسانه های داخل ایران از سپاه خواستند بیانیه رسمی بدهد و تایید کند که او زنده است ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه در حاشیه همایش تجلیل از مکبداران و خادمان اربعین حسینی گفته است که بسیاری از ما میپرسند که سردار قانی چشون ایشان در صحت و سلامت است و مشغول فعالیت هستند. برخی می گویند که بیان یهی بدهید چرا بیان یه نیازی نیست چون این اقدامی انجام شود. با این حال حتی ادعا شده از سفر وزیر خارجه ایران به بیروت برای بردن جسد آقای قانی بوده است. در حال حاضر ما فقط با زنجیری از ادعاها مواجهیم که تایید یا راستی از مویش تشوار است. همه چیز فقط ادعاهایی است که بر پایه منابع بینام و تا خبری رسمی اعلام نشده چیزی فراتر از این و نظرها وجود نخواهد داشت